چون برسی به کوی ما خاموشی است خوی ما، چون که ز گفتگوی ما گرد و غبار میرسد. درود بر شما عزیزان، درود و صد درود. آرزوی پاره تصویر خوبی و سلامتی شماست. لحظه به لحظه شاد باشید. برنامه که پاره تصویر براتون تدارک دیده، پاره دوم رونمایی از کتاب رمان اسم من نیلی است که توسط خود نویسنده خانم مهشید شریف بازخوانی می شود. تا درودی دیگر، بدرود. تختش دراز می کشید و سقف را نگاه می کرد. مامان می آوردش پایین و نشاندش روی مبل. آن وقت بابایی از پنجره بیرون را نگاه می کرد. ساعتها بدون آنکه حتی انگشتش را تکان بدهد آنجا می نشست تا مامان دوباره او را روی تخت دراز می کرد. بابایی اسباب بازی مامان شد. همون کارهایی که من با عروسکم می کردم مامان با بابایی می کرد و عروسکم می گفتم یک مریضی گرفتی که مثل آلزایمر زود رسه. بابایی توی تختش دراز می کشید و سقف را نگاه می کرد. مامان می آوردش پایین و نشاندش روی مبل. آن وقت بابایی از پنجره بیرون را نگاه می کرد. ساعتها بدون آنکه حتی انگشتش را تکان بدهد آنجا می نشست تا مامان دوباره او را روی تخت دراز می کرد. بابایی اسباب بازی مامان شد. شبها لگن آب گرم می آورد تا پاها و دستهایش را بشورد. من به پر و پایش می پیچیدم. بده من بکنم. داغ نباشه آب، دست و پاشو بسوزونی. صد بار دستم را توی لگن می کردم تا مطمئن شوم دست و پای بابایی را نمی سوزانم. مامان یادم داده بود حوله کوچکی را خیس می کردم و روی دست و پای بابایی می مالیدم. آنقدر با دست و پایش بازی می کردم تا صدای مامان در می آمد. ولش کن دیگه، آب یخ کرد. اینجا سیر و شما قرش رو بخونیم. خواهر مادر بزرگ لب و لوچهش را جمع کرد و قیافه پرفسارها را به خودش گرفت و گفت بابایی مغزش را از دست داده و حتی ممکن است به زودی دیوانه بشود. به بالش نرمی روی مبل تکیه داده بودم. فکر کردم بابایی دیوانه بشود چه پیش می آید؟ بالش را برداشتم و محکم کوبیدم توی سر پیرزن و از در بیرون رفتم. تو خانه قشقرقی به پا شد. از هر طرف حکمی برایم صادر می شد. همه گوگیجه گرفته بودن. خودم هم داشتم از ترس سکته می کردم. مامان دو روز توی اتاق حبسم کرد. نسترم برام غذا می آورد و مادر بزرگ گفته بود نمی خواهد ریخت مرا ببیند. زورش زیاد بود، هر چی میگفت بقیه اطاعت میکردن. مامان به فهمی نفهمی از من دفاع کرده بود. آخه خاله جون، اینم شد حرف به بچه 5 ساله با این وضعیت پدرش؟ این را نسترن برایم تعریف کرد. داشتم از خوشحالی قش میکردم. نسترن گفت باید زودتر بریم به چاک وگرنه این باید زودتر بزنیم به چاک وگرنه اینجا دعوا میشه. تو دیگه کارت تمومه بیچاره. خب برداریم نشون میدیم که در واقع این ابهامی که بر این بچه وجود داره، سوالایی که داره که جواب داده نمیشه، فضای خانوادگی که تغییر کرده، پدر مریضی رو که از ایران برداشتن و به یک کشور دیگه بردن، در این حال که امیدی در دل این کوچک این دختر بچه ما به وجود آورده، اما این
ابهام واکنش هایی رو در اون ایجاد میکنه که درد سرهاش رو هم برای بزرگ ها داره. نمونه چیزی که سوری خان: مامان فکر میکنم اینجا هم شما باید بخونه سیرسه. اوکی دیگه بقیه شما هم میخونه. مامان با دایی مهران حرف میزد. یک دفعه از دهنم پرید: خاک بر سرت. شنید. گوشی را میان زمین و هوا ول کرد، به طرف هم حمله کرد. چی گفتی؟ از ترس صدام در نمی آمد. دوباره داد کشید: گفتم چی گفتی؟ قیافه مامان عوض شده بود، رنگش پریده بود و لبهایش می لرزید. نفسم بند آمده بود، دهنم خوش شده بود. نسترن به پهلویم سقلمه زد. فکر کردم می گوید به مامان بگویم چی گفتم. گفتم خاک بر سرت. مامان بی اختیار شده بود. آرزو می کردم برود باز هم با دایی مهران حرف بزند و مرا ول کند. خسته و خواب‌آلوده شده بودم. چشمهایش داشت در می آمد. چنگ زد و خطکش چوبی نسترن را قاپید. سرم را کردم زیر میز و شانه های نسترن را قرص و محکم چسبیدم. موهایم را گرفت، از پشت میز بیرون کشید، وسط آشپزخونه خم شد و با خطکش سر و رویم را خونین و مالین کرد. نسترن جیغ می زد و التماس می کرد که مرا ول کند. داشتم زیر ضربه های مامان بیهوش می شدم. صورتم می سوخت و از دماغم خون می آمد. مامان ول نمی کرد. خون جلوی چشمش را گرفته بود. تا می خوردم کتکم زد. نسترن گوشی آویزان را برداشت و با گریه به دایی مهران گفت فوراً خودش را برساند و من را ببرد بیمارستان. ظاهراً نشون داده میشه که خانواده به یک حدی از ثبات رسید. در واقع تلاش برای اینه این مرد مریض رو از ایران به سوئد منتقل کردن. در اونجا چند جراحی روش صورت گرفت، ولی این به یک انسان طبیعی اونطوری که انتظار میرفته تبدیل نمیشه. مادر و دو دختر در سوئد استوکن باقی میمونن و پدر رو که خواهرش عمه زری ترجیح داده ازش مواظبت کنه به ایران پس میفرستند. علی‌رغم تمام تلاش های این مادر، با تمام سنگینی بار زندگی که براش به وجود اومده، اما یک مشکل حل نشدنی همچنان باقی است و این نیلیه که هر روز شرایطش بدتر میشه. صدای پای آهسته درام از اینجا شروع میشه که یک دختر بچه 7 ساله داره برامون میگه: هر شب رخت خوابم را خیس میکردم و هر روز صبح با داد و بیداد مامان از جای خیسم بیرون میامدم. توی این هیر و بیر باید رگبار سوالهای او را هم جواب میدادم. میگفت بربر نگاهش نکنم، مخم را به کار بیاندازم تا جوابی پیدا کنم. 7 سالم شده و کلاس اول را شروع کرده بودم. هر روز دیر میرسیدم. تا دوش بگیرم و ملافه های شاشی را جمع کنم دیر میشد. مامان دست گل های شبانه مرا از مدرسه پنهان میکرد. هر روز صبح روزه‌ای درباره شاش نکردن در رخت خواب برایم میخوند. داد میزد، رشوه میداد، قهر میکرد، اما هیچ فایده ای نداشت. نمیدانستم چطور چنین اتفاقی میافتد. من نمیخواستم رخت خوابم را خیس کنم، اما نمیتوانستم جلوی خرابکاریم را بگیرم. از بوی شاش شب مانده متنفر بودم. زیر دوش که می ایستادم کیف می کردم. در قوطی های شامپو را باز می کردم و دانه دانه بو می کشیدم. یواشکی از نرم کننده نسترن کش می رفتم و به سرم می زدم. به هر چیزی که ممکن بود که خاطره شاش شبانه را از ذهنم بیرون بکشد دست می زدم. مامان 500 بار به در می کوبید: نیلی، امروز اگه معلمت زنگ بزنه به خدا همه چیزو بهش میگم.
آخر سر با هزار خواهش و وعده و وعید مرا راهی میکرد. ملافه ها رو میریخت توی ماشین لباسشوی دست دومی که تازه خریده بود و ماشین با غیج غیج کر کننده انقدر ملافه ها رو میچرخوند که آدم خندهش میگرفت چرا تمام نمی کند. مامان ملافه ها رو در می آورد و روی رادیاتور می انداخت که تا شب خشک شوند. هر شب یک دسته ملافه تمیز می گذاشت روی صندلی. حالا با همین درگیری ها او به مدرسه میره و حالا نوبت معلم هاست که از رفتار او متعجب باشن. چند روز بعد معلمم مرا برد اتاق پرستار مدرسه و روبرویم نشست تا با من صحبت کند. خانم معلمش میگه این نیلی که من میشناسم شاید با نیلی که تو میشناسی فرق داشته باشد. میخوایی به هم بگیم که نیلی های ما چه فرقی دارن؟ شانه هایم را بالا کشیدم. خب معلم ها گفتن بهتر است کلاس چهارم را دوباره بخوانم. برای رضای خدا در طول سال حتی یک صفحه از تمرین هایم را حل نکرده بودم. حتی جلسه تشکیل می دادن. هی مامان را می کشاندن مدرسه. برای هر تکلیفی که نمی نوشتم مامان مجبور می شد دوبار بیاید مدرسه. وقتی می گفتن باید کلاس چهارم را دوباره بخوانم کم ککم هم نگزید. چه فرق می کرد کلاس چندم باشم؟ پنجم، چهارم، مرا می فرستادن کلاس دوم هم عین خیالم نبود. معلمم گفت بارها پیش آمدی که من شاگردهایی مثل نیلی عزیزم داشتم که درس برایشان جدی نبوده اما به مرور زمان شرایطشون تغییر کرده. مامان گفت یعنی ممکنه نیلی هم؟ چرا که نه، با این پتانسیلی که من درش میبینم. نمیدانستم پتانسیل چیست اما رویم نمیشد بپرسم. بیشتر از این پتانسیل میترسیدم تا به آن فکر کنم که چیز خوبی است. معلم سفارش کرد که مامان حتما در این مورد با من صحبت کند. مامان گفت ببین نیلی، معلمت هم میگه که تو پتانسیل داری، یعنی میتونی خیلی شاگرد خوبی باشی، شاید هم از همه جلو بزنی. تازه فهمیدم این پتانسیل چه دروغ گنده‌ای بود که می‌خواستن سرم را با آن گرم کنن. خب اجازه بدید من فکر می‌کنم که یکم محدودیت وقتی داریم و بنابر پیشنهاد شما پس بعد یکمی جلوتر بریم، درسته؟ یه بیشتر وقت نداریم، بعد چون دیگه چیزم هست بقیهش هم بچه ها برن کتابو بخونن دیگه. چیز هستش که برمجد این رو که تیتر خیلی قشنگی داره یه تیکه از اون رو بعد به نظرم دیگه. خب به هر حال این درگیری های با مدرسه، خونه، مددکار اجتماعی، زندگی این بچه کوچیک پر میشه از این ارتباطات مختلف و همه با برنامه ها و نظریات مختلف در صدد در واقع تغییر رفتار اون پیش میان. اتفاق خوبی که میفته او رو به یک جایی در شمال سوئد میفرستند از خانواده هایی که بچه های ناهنجار رو در دوره های تابستون یا تعطیلات و اینا پذیرا هستن و اولین تلنگرهای یک چیز دیگه در ذهن نیلی شکل میگیره. من عنوانش رو گذاشتم بوی عطر خانه ای که نمیشناختم و در این خانواده زن و مردی که به مهربانی پذیرای او میشن و چیزی بهش میگن که تا اون روز نشنیده بود، بهش میگن که هر کاری دوست داری بکن و این بعد از مدت ها برای اولین بار میشنوه هر کاری که دوست داری بکن و بعد خودش فکر میکنه یکی از بهترین متدهای مهار اینه که اتفاقا آزادش بذارن، چون اگه آزادش میذاشتن این کارا رو دیگه نمیکرد. زمانی که اونجاست هیچ کاری نمیکنه، بیشتر جستجو میکنه این شیوه یه تربیتی رو چجوری میشه این خانم آقا تا این حد حساب شده، اینقدر آروم با برنامه هایی که ترتیب میدن، پیاده روی ها، چکمه پوشیدن و رفتن قارچ چیدن و صحبت های شبانه و دور هم جمع شدن و اینها، تونستن مهار بچه های مثل اون رو به این راحتی در دستشون بگیرن و
و این سوال قدم به قدم در ذهن نیلی شکل میگیره که چرا مامان من نمیتونه این کار بکنه؟ اون که خیلی مهربون تر از ایناست، اون چرا نمیتونه این شیوه ها رو به کار ببره و من رو بتونه رام کنه؟ خب این و با همه این مجموعه سوال ها بر میگرده و خمیازه ای کشدار رو تمام نشدنی و در ایستگاه قطار مادرش منتظرشه. مامان تنها روی سکوی ایستگاه قطار منتظرم بود، با احتیاط بغلم کرد و بوسید. خیلی داشت خودش رو کنترل میکرد که سوال پیچم نکند. حالا تنها دفعه‌ای که دلم میخواست از من بپرسد کجا بودم و چی کار کردم، خانم مؤدب شده بود. اما زندگی به همین راحتی براش پیش نمیره، برمیگرده. خب به هر حال یک تعطیلات یک دو ماهه‌ای که نمیتونه کامپلت کاراکتر و شخصیتش رو عوض بکنه، ولگردی‌های خیابونی شروع میشه. حالا تو پارک ادهی لات و لوت هم با عنوانی که مادر داده به کسایی که این تو پارک میدید، اسمشون رو در اصل لات و لوت میگه. این با اینا ارتباط برقرار میکنه، برای همه اونا تعریف میکنه که یک بابایی داره که در ایران مونده و روزگار میگذرونه. در یک حادثه بسیار بدی شرایطی براش طوری میشه که در واقع به عنوان مجرم حساب میشه، به دلیل کاری که کرده. این قسمتشو نمیگم براتون که بعدان خودتون کتاب رو بخونید. مدتی رو در کانون اصلاح تربیت میگذرونه، بعد از اون رو دوباره میفرستنش به جای دیگری که در واقع از همون خانواده هایی بوده که بچه های ناهنجار رو در خودشون با این بچه ها کار میکردن. و دیدن دو زن در یک خونه و اون روابط جدیدی که حالا اونا با این بچه ها به وجود آوردن، نوع تربیت ها، این ها در واقع دنیای جدیدی رو براش باز میکنه. در این بین پسری به این خانواد، به این جمع اونها در نزد این دو مادر اضافه میشه که اون خیلی سریع کشف میکنه که این پسرم مثل خودش بچه ایرانی بزهکاریه که پاش به این خونه باز شده به نام گیو. گیو زندگی خاصی رو پشت سر گذاشته، اقدام به خودکشی کرده، موفق شدن نجاتش بدن، حالا برای اینکه تربیت بشه به این خونه فرستادنش. گیو براش تعریف میکنه 8 سال، این رو در واقع نیلی بر ما تعریف میکنه، 8 سال بیشتر نداشته که مادرش دین خودش رو عوض میکنه. اولش مسیحی و تاریک دنیا میشه، بعد از پدر گیو جدا میشه و آخر سر از تاریک دنیایی در میاد و با یک کشیش سیاه پوست کنیایی ازدواج میکنه و میره آفریقا تا به داد بچه های محروم آنجا برسد. کشیش نزدیک نایروبی کلیسایی داشته که درمانگاه هم بوده. مادر گیو پرستار بوده و فکر میکرده خداوند به او امر کرده تا در کنار آن کشیش دنیا را نجات دهد. گیو گفت سالهاست دیگر احدی از او خبر ندارد. یا مشغول مادر ترزا بازی است یا بلایی سرش آمده و گم و گور شده. یکی دو سالی میشد که دیگر به تلفن گیو جواب هم نمیداد. این یک نوعی نزدیکی مشکلات، اون پدرش رو امکان دیدنش رو نداره و گیو امکان دیدن مادرش رو نداره. این دوتا رو خیلی به هم دیگه نزدیک میکنه، در واقع یک درک مشترکی از مسائل پیدا میکنن که بخشی از این فصل مربوط به نزدیکی فکری اونهاست، نزدیکی احساسی اونهاست. متاسفانه مثلا توی ایران هر نوع نزدیکی رو فکر میکنن الزاما باید یه نزدیکی فیزیکی باشه، ولی در اینجا این دو بچه نشون میدن که اون دنیای ذهنیشون، اون رنجهاشون، اون سوالاتی که از این زندگی دارن بسیار بسیار فراتر از اینه که نزدیکی فیزیکی داشته باشن. خب دیگه نمیدونم چقدر دیگه باید براتون بخونم. یه همین با چمدان، در چمدانی که توش پنهان بودم دیگه، اینجا رو نه، فقط این تیکه رو.
دیگه چیز بخشی رو که فکر میکنم. اون کاراکتری که پیدا کرده بوده که همه هر مرحله ای رو تدابیری میاندیشن و این رو این خونه اون خونه میفرستن و این متد و اون متد رو در موردش پیاده میکنن، در واقع و همه تصور این رو داشتن که اون بتونه یک شبه تغییر بکنه، این اتفاقها نمیفته و در هر برگشتی به خونه اون دوباره برمیگرده سر جای خودش، شروع به پرس زدن در کوچه ها میکنه. یواش یواش شروع کردم به پرس زدن در کوچه و پس کوچه های استکهلم، توی پارک ها با مردم حرف میزدم، یکی از خالکوبی هایشان میگفت، یکی سگ میگردند و قلاده به دست هوای تازه به ریه هایش میفرستاد. به لاف زدن مردم گوش میکردم که تقریبا همه یک چیز را قرقره میکردن و آن این که آدم های مهمی هستند. خارجی ها همه از دست شاه و ملکشان به فلاکت و دربدری رسیده بودند، اما همچنان پوز شجره نامه هایشان را میدادند. یکی آن طرف دنیا پسرعموی میلیاردر داشت و آن دیگری شوهر خائن و بیوفایش را مثل سگ از خانه بیرون انداخته بود. احساس میکردم همه دروغ میگویند. این نیلی رو داریم که در این جنب جوش در پی کشف زندگی، کشف خودشه، برگشت خونه و تقریبا برنامه نداره. اگر وقت داشته باشیم یک کمی از کاراکتر گیو براتون بخونم و یا نه به سوالاتتون جواب. 5 دقیقه وقت. اوکی. حالا این گیو هم به خونه برگشته و اینا ارتباطشون رو حفظ شده. اما گیو سرنوشت دیگه ای رو داره، برای اینکه همسر جدید پدرش یک زن انگلیسیه که ظاهرا اون فهمیده باید با این گیو چی کار کنه. اما آن ماری پاشنه در اداره مددکاری را از جا در آورده بود، چپ و راست کاغذ می نوشت و هر بار تکرار می کرد که مشکل گیو این است که عقلش زیاد است و تجربهش کم. یواش یواش به آنها قبولانده بود که گیو یک نظریه پرداز است و تمام اذیت و آزارش مال این است که نمیداند با نبوغش چی کار کند. فکرهای بکر و بی‌نظیری به کلهش هجوم می آورد، گاهی از کنترل او خارج می شوند و اینطوری است که گیو از یک چهره نابغه تبدیل به یک جوان ناهنجار شده است. آن ماری برای اداره مددکاری می نوشت که می خواهد به گیو کمک کند تا راهش را پیدا کند. گیو نمی داند با نبوغش چه باید بکند. اینکه صداهای عجیب و غریب می شنود و خواب به چشمش نمی رود، اینکه مدام آشوب به پا می کند و با در و دیوار دعوا دارد، مشمش قرص می خورد، همه از هوش خارق العاده اوست. خلاصه آن ماری از این جوان کوتاه لاغر پشمالوی موفرفری که همه قصه‌اش این بود که چرا مادرش او را ول کرده و با آن کشیش کنیایی رفته تا بچه های آفریقایی را تربیت کند، یک دانشمند بلغوه درست کرد و کاری کرد که عده‌ای هم حرفش را باور کنند. خلوار خلوار هم پول یا مفت نصیب آن ماری می شد که همه‌اش را برای ساکت نگاه داشتن گیو خرج خرت و پرت هایی می کرد که او می خواست. خب پس این هم کاراکتری از گیو، اما گیو به خرت و پرت هایی که آن ماری می خرید و او رو می خواست که تو زیر زمین ساکت نگه داره رضایت نداد. یواش یواش شروع کرد از کارت پدرش رو در کش میرفت و پولهایی رو به دست میآورد که با اون برگه های شرط بندی میخرید. گیو چند بار از کارت پدرش پول کشید و توی مسابقات اسب دوانی شرط بندی کرد. ساعت ها می نشست و پیتکو پیتکو اسب ها رو تماشا میکرد. عاشق عشق پیچ و مهره تبدیل شد به عشق اسب. اسم 100 تا اسب سعودی و خارجی را یاد گرفته بود. در عالم خیال خودش را سوارکاری می دید که اسب های میلیون کرونی سعودی سوار می شود.
آن ماری هر از گاهی مهمانی راه می انداخت. او هم مثل مامان به دروغ به مهمانهایش می گفت که برای یادگیری زبان پیش او هستم. مهمانهای سعودی آب از لب و لوچشان سرازیر می شد که چه خانواده با فرهنگی دارم و مسئله زبان چقدر برایم مهم است. فکر می کردن من از آن ایرانی های با عصر و نسبی هستم که در فرهنگ هزار هزار ساله ایران ریشه دارم. این دو جوان در دو فضای متفاوت به ارتباط با هم و به زندگی با هم ادامه میدن. نیلی پشت کار بیشتری داره، علاقه‌مندی بیشتری داره برای اینکه بتونه به راهی رو باز کنه که به پدرش برسه. نیلی در دوره‌ای که داره بزرگ میشه، اون احساس دلتنگی، اون احساس از دست دادن پدر کم کم براش به احساس خیانت تبدیل میشه. یعنی حسش اینه که به پدرش و اون انسان مریض خیانت شده و از این به بعد هرچند که حس خیانت حس منفیه، ولی عملا باعث رشد اون میشه، عملا اون رو سوق میده به این سمت که هرچه بیشتر برای خودش مشخص بکنه که چی میخواد. در نتیجه از طرف دیگه همین مسئله آرومترش کرده، کلاس میره، درس میخونه، دوست پسرش با گیو هست. دیگه بقیهش رو نگو همین حالا پس برای این که بدونین آخر این دو جوان چی میشه دیگه باید صبر میکنیم تا فرصت باشه. ممنونم گوش کردیم. Saçın ucu her mezler gülü sulu der mezler sarı gelir. Saçın ucu her mezler gülü sulu der mezler sarı gelir. Bu sevda ne? Özmezdir.